بیمارستانی که 75 سال قبل دکتر لقمان ادهم با هدف کمک به بیماران عمدتاً عفونی در منزل شخصی خود پایگذاری کرده بود، این روزها به عنوان مرکز درمانی مراجعات مسمومیت‌ها شناخته می‌شود. روندی که هرچند توانسته این بیمارستان را به مرکز ارجاعات کشوری مسمومیت تبدیل کند، اما در عین حال نباید سبب شود تا سایر خدمات از جمله جراحی‌های مغز و اعصاب سختی که در این مرکز انجام می‌شود، فراموش شود. مسمومیت‌ها نمی‌شه گفت افزایش چشمگیری داشته یا افزایشی داشته یا نداشته. مسمومیت پیک زمانی داره، یعنی در یک روزهایی از هفته و یا در یک روزهایی از سال ما افزایش مراجع کننده ها رو داریم، ولی در بعضی مواقع نه. تعطیلات معمولا ما مراجع اورژانس مسمومیت ما بیشتر از روزهای عادی هستش. مراجع کننده های روز ما در اورژانس مسمومی کمتر هستش، ولی و شبها مراجعه بیشتری داریم نسبت به اورژانس جنرال ما. خیلی نمیشه گفت، چون یه قسمتش برمیگرده به موضوعات فرهنگی ما، یه قسمتی برمیگرده به خب روزها مردم بیشتر درگیر کارهای روزمره هستن و خیلی عوامل مشخصی توش تاثیرگذار نیست، بیشتر به نوع زندگی ماها بستگی داره. در حال حاضر خانوها یکم بیشتر هستش، خیلی تفاوت نداره ولی یکم بیشتر. یه جورایی بیمارستان لقمان در بحث مسمومیت ها مرجع کشوری هستیم و در بعضی از موارد مرجع خاورمیانه هستیم، چه از لحاظ تعداد مراجعین و بیماران ما و چه از لحاظ بحث‌های درمانی و آموزشی. در سطح وزارتخونه خدا رو شکر یه اتفاقات خوب داره رقم میخوره، اینکه دیسپج مسمومین اتفاق بیفته و یه کار خیلی خوب و نیکی هستش. ما مرجع مسمومین سطح کشور هستیم. اکثر بیمارستان ها، یعنی الان شما ببینید تو بخش مسمومیت ما تلفنی که پشت هم تلفن میشه از سطح کشور که مثلا این مسمومیت ما چیکار بکنیم، چه اقداماتی رو انجام بدیم، خب دوستان منتظر تلفن میمونن، پاسخدهی خیلی مشخص نیست و در چه سطحی اتفاق بیفته، پزشک پاسخگو باشه، پرستار پاسخگو باشه و موضوعات لگال دیگه‌ای. وزارتخونه به این سمت رفته که یک سیستم یک پارچه به نام دیسپچ رو راه اندازی بکنه که در اون به عنوان مثال یه تلفن 4 رقمی 5 رقمی اختصاص پیدا کنه، حالا در رسانه هم تبلیغات اتفاق بیفته و به عنوان مثال مثلا 724 الان برای بیماران قلبی هستش، مغزی برای بیماران مسمومیت هم همین اتفاق بیفته. مشکلات ایمنی و آتش نشانی، بدهکاری بیمه ها، کمبود نیرو، بدهکاری بیمارستان به شرکت های تجهیزات پزشکی و غیره نیز این روزها فصل مشترک مشکلات اکثر بیمارستان های قدیمی است. چالش هایی که هرچند سختی مدیریت این مرکز درمانی را هم دوچندان کرده است، اما همچنان نتوانسته سبب توقف در ارائه خدمات شود. بیمارستانی با قدمت چند ده ساله، قطعا فضای فیزیکیش بر اساس چندین سال پیش ساخته شده و بروز نیست و به عنوان مثال در سال 1350 خیلی بحث آتش نشانی مطرح نبود، خیلی بحث های آسانسور، استاندارد های آسانسور مطرح نبود. بعضی خیلی از این موارد زیرساختی هستش و به صورت زیرساخت مشکلاتی وجود داره و در تلاش هستیم که با کمک وزارتخونه و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشکلات رو کوچیک بکنیم، ولی واقعا در این حوزه ها نیاز به مراقبت و بحث های مالی زیادی وجود داره.
در بحث‌های نیروی انسانی بر اساس استانداردهای جهانی و حتی استانداردهای بومی ما نیروی کافی نداریم، ولی انقدر هم بد نیستیم که داریم نخواهیم ارائه خدمت مطلوب بدیم. با استانداردها فاصله داریم و در حوزه‌های پرستاری، در حوزه‌های کمک بهیار، در حوزه‌های پشتیبانی که حالا آیتی، مالی و حوزه‌های مثل منشیگری و اینجور حوزه‌های پشتیبانی و خدمات مشکلات عدیده‌ای و بیشتری داریم و خواهشم اینه که واقعا در این حوزه سازمان مدیریت به سیستم وزارت بهداشت کمک بکنه و مجوزهای لازم رو به ما بده که ما بتونیم نیروهایی رو که بازنشسته شدن بتونیم جاشون نیروهای جوان بکارگیری بکنیم و خیلی از این مشکلات ما حل بشه. در حال حاضر که با شما دارم صحبت بکنیم تا پایان مهر ماه 402 چیزی بالغ بر بیش از 320 میلیارد تومان طلبکار هستیم از سازمان‌های بیمه‌گر و دیگر ارگان‌ها و رقم خیلی برای بیمارستان، برای اداره کردن بیمارستان رقم سنگینی هستش.